بینندگان عزیز، در گزارشی که امروز پخش شد دیدیم و شنیدیم که زائران پاکستانی برای شرکت در مراسم بزرگداشت زیارت اربعین به سمت کربلا حرکت کردند که تا سفری 17 روزه به توفیق زیارت مرقد سالار شهیدان دست یابند. ارتباط ما با آقای افسر رضا، کارشناس امور هند، پاکستان و افغانستان از شهر مقدس کربلا برقرار است. آقای افسر رضا، سلام و عرض ادب. آقای افسر رضا، شما خودتون هم تجربه سفر زمینی طولانی مدت از پاکستان به ایران و سپس کربلا را دارید. در رابطه با مشکلات زائران شیعه پاکستانی در این زمینه لطفاً توضیح بفرمایید. بنده هم عرض سلام میگم خدمت شما استاد گرامی، بینندگان محترم شبکه امام حسین علیه السلام. پیش میش رسیدن ایام سوری آقا عبدالله حسین تذکیه درس میکنم خدمت شما عزیزان. خب قطعا در جریان هست یک فاصله بین 6000 کیلومتری از شمال پاکستان تا قلب کشور محترم عراق، یعنی کربلا، نجف، برای آن دست زائرین زوار شریف پاکستانه که بیشترین اکثریت آنها به قشر ضعیف جامعه تعلق دارن، یعنی مجبور هستن طی کنن تا به سفر عشق، یعنی به همین کنگره جهانی اربعین حسینی برسن. خب در این مسیر علاوه بر طولانی بودن مسافت سفر سخت زمین بین از مبدا پاکستان و با عبور از خاک جمهوری اسلامی ایران و رسیدن به خاک کشور عزیز عراق، مشکلات فنی و اداری به طور سریالی همواره موجب افزایش رنج و درد این زوار عزیزی میشن که همه ساله بیشترین کسایی که حتی برای یک بار اومدن به این عتبه طالب و اماکن مقدس در ایران مجبور هستن پس انداز خودشونو در همین راه استفاده کنن، ولی متاسفانه هر سال به مشکلات اونا به این شکل اضافه میشه که کافتی های در خصوص صدور روابط به موقع به ویژه در ایام محرم سفر یکی از چالش هایی هست که زبار پاکستانی کاروان های زیارتی که تعداد ده ها هزار نفر رو در فقط ایام دهه اول محرم سفر میکنن به ایران و عراق برسن و مواجه هستن. امسال هم متاسفانه شاهد چنین کارشکنی هایی هستیم علارغم تعهدات تکراری کشور پاکستان و کشور ایران برای تسهیل و روانسازی سفر زوار پاکستانی به سمت این دو تا کشور، ولی هنوزم گزارش حاکی از اون است که پیچیدگی‌های اداری برای اعطای روادید زیارتی از سوی کشور ایران و به ویژه از این دیده شده که کشور محترم عرب نیز سختگیری رو در خصوص اعطای این روادید کار گرفته. برای مثال یکی از پیچیدگی هایی که امروز وارد پاکستانی بعد از طی 2000 کیلومتر پاکستان و ورود به خاک ایران و سپس تلاش برای ورود از گذرگاه‌های مرزی ایران به سمت عراق باش مواجه هست اینه که تمام روابط‌های مانورفیس، یعنی بر روابط‌های جمعی که قبلا به صورت غیر اتوماسیون صادر می‌شد، از سال گذشته این روابط به صورت الکترونیک صادر شد و روند اون آغاز شد، ولی شاهد هستیم که با علارغم اتوماسیون شدن صدور روابط و الکترونیک کردن این روابط، این زوار به تعداد چندین هزار مجبورن دوباره در مرز عراق صبر کنه، تمام روابط دوباره بررسی بشه، استعلام بشه و علارغم این که روابط معتبر دریافت کردن باید منتظر باشن برای ساعت ها تا اون روادید روی پاسپورتشون به صورت روی گذرنامه‌شون به صورت استیکر الصاق بشه. با توجه به تشدید دمای هوا در هر سه کشور، حالا شاید دمای این در ایران در مقایسه با کشور عزیز عراق و کشور پاکستان کمتر باشه، ولی تشدید دمای هوا، کاهش یا کمبود تسهیلات زیرساختی در سمت پاکستان و در سمت کشور عزیز عراق نیز که چالش های هستیش که متاسفانه زوار پاکستانی برای مواجه هستند. بله، تشکر میکنم از شما آقای افسر رضا. با تشکر از افسر رضا، کارشناس امور هند، پاکستان و افغانستان از شهر مقدس کربلا که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.